خب بینندگان عزیز، سلام بر شما. امروز دوشنبه است، 23 ماه نوامبر سال 2015 و برابر است با دوم ماه آذر سال 1394. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی رو که دقایقی رو که با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز ما یک مقداری با تأخیر برنامه اون شروع کردیم، ولی خبر خوب این که یه سری وسایل جدید گرفتیم، حتی سرعت اینترنت و اینها رو بالاتر و بهتر که با کوالیتی و کیفیت بهتری بتونیم برنامه پخش کنیم. امروز نه، چون این امروز همون ستینگ قدیم بوده، ولی امیدوارم تا چهارشنبه این کار تکمیل بشه. در هر صورت ممنون از شما که منتظر بودید احیانا. و بذارید ببینیم که اینجا تاریخ درسته؟ بله، نوامبر 23 و سوربی با مردم، دوشنبه دوم آذر 1394. اینجا هم ببینیم برنامه داره ضبط میشه. بله داره ضبط میشه. و ممنون از یکایک شما، از دوستانی که تماس گرفتن که آقا کجایی؟ ما اینجا هستیم، ولی روزایی که ما اینجا هستیم شما کجایین؟ چرا حمایت نمی کنین؟ چرا وقتی اینقدر میگیم حمایت هیچ کدوم پیداتون نیست؟ قایم میشید این دور برا؟ نمیدونم والا، ملت عجیبی هستیم. من دارم این میکروفون و اسپیکر و اینا رو یکم میریزم به هم، چون اینجا میگم الان اتفاقا چند روز بود من دنبال این سیم میگشتم که به شما نشون بدم. راجع به بهش میگن کت 5، یعنی کاتگوری 5. به اینا میگن اینترنت، بعد از اینترنت که آمده اون سیمای تلفن و فلان اینا که DSL چیز میکردیم، با اینها بعد گفتن اینترنت. ببخشید که بنده امروز تیتیش مامانی کت شلوار کراوات نیومدم، چون باور کنید اگه بگم 200 بار رفتم بالا و آمدم پایین و اینها ممکنه باورتون نشه، چون دروغه. یه 20-30 بار هی برو بالا بیا کیبل رد کن و فلان اینا، من وقتی تکنیشن ها میان اینجا وای نمیسم بالای سرشون فضولی کنم که اونها هم چیز بشن. بهشون میگم که هر وقت کمک خواستی به من بگو که هی نخوای بری بالا بیاد پایین اینا. و یک آدم بسیار خوبی آمده بود به نام آقای ریچارد از ورایزن، فیاض از اون اپتیکال نمیدونم فایبرشون، فایبرهای فیبرهای نوری، و خلاصه خیلی قشنگ کار شد انجام داد، ظریف و خوب، و امیدواریم که ما هم کارمون بهتر بشه. و اما آقای حسن خواجه عبدالله، اگه اشتباه نکنم، ولی حالا دیگه اسمشو کرده خواجه، حسن خواجه از زرقان، استان فارس یا استان پارس. ایشون یه مدت ویدیوهای درست میکرد و اینها، خب خیلی هم استقبال کردن. و من همیشه به این گفتم که شما یه دفعه خوشحال نشو که مثلا 2000 تا 10000 تا میان نگاه میکنن، بعد یه مدت برای اینا معمولی میشه. آقا اگر مردم بهشتم بهشون بدی، بعد یه مدت که رفتن تو بهشت میگن بابا عجب هوای خوبی داره اینجا، خستمون شد میخوایم بریم یه جا یکم گرم باشه، میرن جهنم برای وکیشن. در هر صورت الان دیدم اون روز ویدیو گذاشته، مثلا بعد از 2 روز نمیدونم 65 نفر، خود من که 2 بار رفته بودم، 1 بار نگاه کرده بودم، 1 بارم ضبط کرده بودم، شده بود 67. بهش گفتم که عزیز من، خب این وسیله‌ای که ما داریم، این ماشینی که ما داریم، راننده‌ای که اینجاست، بی انصافا سوار شید، یه هزینه کمی پول بنزین بدید. همه میدونید فعال سیاسی هستن تا جایی که پول نخوام بدن. ولی ایشون یک موضوعی رو به اصطلاح دربارش بحث میکنه که به نظر من جالبه، موضوعی که ما سالها هی گفتیم بابا جون هی به هم دیگه نگین این مأمور جمهوری اسلامیه، این مأمور جمهوری اسلامیه. چرا؟ ایشون توی صحبتاش اشتباه میگه، و آقای حسن خواجه عزیز همشهری گلوم، قربون اون حلوای ارده زرقون بروم، شما وقتی میخوای یه چیزی بگی تو برنامه یه تحقیقی بکن. اینجوری بود، سالها اون وزارت اطلاعات و آخوندی و اینها میگفتن که امروز از هر 3 نفر ایرانی که در خارج هست، 1 نفرشون فکر میکنه اون دوتای دیگه مأمور آخونده هستن. بعد از یه مدتی گفت از هر 3 نفر 2 نفرشون فکر میکنن اون دوتا
بله دو نفر فکر میکنن اون دوتای دیگه، چهار تا نیستن، سه نفرن، ولی این دو نفر یه بار این فکر میکنه اون دوتا، یه بار اون فکر کنه. بعدن آخر کار، آخر سالهای حکومت آقای احمدی نژاد، این وزیر اطلاعات بهش تبریک گفت، گفت الان دیگه در خارج هر ستاشون فکر میکنن اون دو نفر دیگه مأمور ما هستن. ولی آقای حسن خواجه از شما و من میپرسه آخه ببخشید، نمیخوایم بگیم شما چه پخی هستی که کسی برات مأمور بفرسته. این خیلی هم با عصبانیت میگه، مثلا میگه این خانمی که آمده اینجا همش تو دیسکو بوده و همه جوونا رو آباد کرده و نمیدونم هر شب یه جا خوابیده، صبح که بلند شده فهمیده چقدر مست بوده، آخه تو چه کار کردی که حالا این آخوندی که به این زرنگی پول بده یه کسی رو اجیر کنه که بیاد گزارش تو رو بده به اونها که مثلا بعد خانم اکس دیشب با آقای ایگرگ رفت بیرون. خب که رفت که رفت. در صورت بریم ببینیم صحبت حسن خواجه همشهری من رو. حسنشم اینه ویدیوهاش مثل ما طولانی نیست، دو ساعت سه ساعت، توی چهار دقیقه پنج دقیقه سه دقیقه میاد یه موضوعی رو میگه، یعنی باز میکنه حرف میزنه میبنده میره دنبال کارش، شما هم راحت میتونید برید به کار زندگیتون برسید. این رو ببینیم و برگردیم. و یه ویدیو دیگه هم ساخته که ایشون ادعای پیغمبری میکنه، معجزه خودش رو هم بهتون میگه چیه. اگه میخواین ویدیوی ایشون نشون داده بشه، یه مبلغی بابت هزینه ضبط کردنش، گذاشتن توی سیستم، هزینه همین ویدیو استریمینگ ما باید پرداخت کنیم. دوست داشتید پرداخت میکنید، نداشتید برید روی یوتیوب ببینید، برید روی جای دیگه ببینید و خوش باشید. همه هدفمون اینه که خوش باشیم. از ایران اومدیم بیرون دیگه خوش باشیم، درسته؟ خیلی از ماها مسئله نداشتیم تو ایران. آقای فروزنده رو نگاه کنید، بعدی که تازه آزاد میشه و بعدی که وثیقه و اینها رو چیز میکنن، میگه من آمده بودم خارج که پولدار بشم برم دنبال کار زندگیم. مصاحبهش رو با شهرام همایون اتفاقا دیروز برای ایشون نوشتم که من فردا در این مورد صحبت میکنم. حالا یا شانس ایشون بود یا هرچی، این برنامه به اصطلاح عوض کردن دستگاه ها و جدید کردن اینها یه جوری شد که اینا گفتن ما چون آخر هفته تعطیلات هست، اینجا تانکسگیوینگ هست، اگه امروز باشه این دوتا با هم میان اون کامپیوترها رو میذاره، اون قسمت وایر یا سیم کشی و ایناش انجام میده و ما هم گفتیم خب بیا به اینا بگین نیا و دیگه هفته دیگه میگین پیداشون نمیشه. در هر صورت آقای فرامرز فروزنده در مورد مسابقه که کردید با آقای شهرام همایون، اگر دوست داشتید چهارشنبه با هم صحبت میکنیم، حالا چه شما بیاین چه نیاین من صحبت میکنم و به مردم نشون میدم که چرا کار ما خرابه. وقتی که شما جمهوری خواه، مجری برنامه، کسی که به قول معروف سرش به تنش میارزه، اینجوری اینا میگن ویشی واشی شل کن صف کن در میاری، یه روز به قول خودت میگی من سه بار با آقای دورمانی ازدواج کردم و طلاق گرفتم. خب چه انتظاری دارید از مردم که مردم حرف شما رو قبول کنن؟ شما که امروز میگی آقای کاردان بده، آقای دورنگی دورمانی بده، آقای اون بده، فردا اگه با مسئله با شهرام همایون مسئله پیدا کردی میگی شهرام همایون بده، ولی الان فعلا میگی نه آقا شما بهترینی، شما هیچ وقت به من نگفتید این کارو بکن اون کارو بکن. بریم ببینیم فعلا امروز خواجه از شیراز، آقای حسن خواجه رو ببینیم. بعدن این خواجه، چون بعضیا خواجه آقا محمد خان قاجار رو میگفتن خواجه، به اصطلاح به بد برمی‌دارن، حالا دیگه نمیدونیم، ولی دیگه ایشون اسم فامیلش هم عوض کرده، کوتاه کرده، همون چیزی که نوشته حسن خواجه میگه که اینقدر به هم دیگه تهمت نزنیم، هی نگیم این جاسوس این مخبره. گوش کنیم نظرتون رو حتما در این باره با شماره تلفن 202-695-2573، اینو تون میگم برای که زیر تصویرمون میاد و نوشته هاشو میبینید، تماس بگیرید، پیام بذارید، پیامتون پخش میکنم. امروز دو تا پیام از منوچهر عزیز دارم، اونا رو هم پخش میکنم. ممنونم که زنگ زدید و گفتید که میتونیم پخش کنیم. ضمناً هیچ اشکالی نداره شما برای من پیام بفرست، من چون تو استودیو هستم و در حال ویدیو و اینها نمیتونم صحبت کنم، براتون ایمیل میفرستم. ولی در رابطه با اینکه ایمیلتون کار نمیکنه یا مشکلی دارید، اگر اینو ببرید همون جایی که کارهای کامپیوتریتون رو انجام میده و اینها،
از اونجا بگید. بعضی وقتا میبینید یه کاریش کردید، بلاک کردید، یه کاری کردید که خودتون باعث شدید که این کار انجام نشه. بریم این ویدیو کوتاه رو ببینیم و برگردیم. مرسی. با درود بر شما هموطنان گرامی، توی دوره ریاست جمهوری محمود هزار پدر یا محمود احمقی نژاد، اون وزیر اطلاعاتش در اومد گفت که وقتی که 3 نفر ایرانی تو خارج از کشور باشن، حالا یا یکیشون یا دوتاشون من دقیقا تو ذهنم نیست، متهم هستن به اطلاعاتی بودن. این یکی از بدبختی های ما ایرانی های خارج از کشوره. همه به هم تهمت میزنیم که فلانی اطلاعاتی فلانی اطلاعاتی. آقایون خانوما، اگر کسی اومد به شما گفت فلانی اطلاعاتیه، برید به خودش بگید فلانی، فلانی میگه تو اطلاعاتی هستی. چرا؟ از خود این فرد بگید، سوال کنید کی بهتون گفته که این اطلاعاتیه. آرامش خودتون و دیگران رو به هم نزنید. توی ایران توی دوره قبل که میخواستن محمود الدنگو بکنن رئیس جمهور، میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، گفتم بابا این مردی که الدنگو نکنید رئیس جمهور، حق ما رو نخورید. اون 2 نفری که هست سالها نخست وزیر و رئیس مجلستون بوده، اونا رو بکنید. کاری از تنشون نیومد. حالا جمهوری اسلامی یه نیرو میفرسته، ای اطلاعاتی پدر سوخته، برو ببین این خانم سکینه گوزآبادی چسبولاق تپه‌ای که نام خودش رو تبدیل کرده به اتینا تهرانی اصل، 55 ساله، مطلقه، 3 تا دوست پسر گرفته، 6 تا سنبو گرفته، حالا با 30 تا بیماری دست و پنجه نرم میکنه، چه کاری بر علیه جمهوری اسلام میتونه بکنه؟ آقا هیچی. خانم چه کار تو داری میتونی، چه کار میتونی بر علیه جمهوری اسلام بکنی که جمهوری اسلام خواهد برای تو اطلاعاتی بفرسته؟ یا فلان آقای 50 ساله که مثلا حالا تو ایران برای خودش کسی بوده، اومده اینجا یه مدت بیکار بوده، یه مدت رفته کاری دستی انجام داده، حالا از بیماری افسردگی رنج میبره و از بیماری دیابت و میابت و 50 تا بیماری دیگه، چه کاری میتونه به علیه جمهوری اسلامی بکنه؟ آقا خودتون رو مسخره نکنید. هر کس که اومد به شما گفت فلانی اطلاعاتی، به خودش شک کنید، بهش هم بگید که میرم بهش میگم که تو گفتی اطلاعاتیه. واقعا برخورد کنید با افرادی که میان به دیگرون تهمت میزنن و جو و برای شما آروم میکنن. یکم هم خردمند بشین. 4 تا آخوند اونجا میلیون ها ایرانی سرکار گذاشتن که ما به همدیگه تهمت اطلاعاتی میزنیم. آخه چی دارین؟ چی کار میتونین بکنین که مثلا جمهوری اسلامی برای شما نیرو اطلاعاتی تربیت کنه، بفرسته، حقوق بده؟ که چی؟ مثلا تو داری چی کار میکنی؟ داری دیسکو میری؟ دو تا پرچم میگیری دستت بگی مرگ بر جمهوری اسلامی؟ نه عزیز من، یه مقداری خردتون به کار ببندی، دست از این نادون بازیات بردارید، بازیچه آخونده نشید. هر کس به همه تهمت مخبر و اطلاعاتی نزنید. آقا باینده باشید. برای تمام ایرانیان میهن پرست آرزوی سلامت و بهروزی دارم. خب دوستان عزیز، آقای حسن خواجه رو دیدید و شنیدید. نظرتون درباره این صحبتی که ایشون کرد چی هست؟ و گفتم اون ویدیوهای دیگرش هم جالبه، اینم یه آگهی مجانی برای همشهریمون. و اما بریم سراغ آقای منوچهر خان و ببینیم که ایشون چی میگن. من اگه اجازه بدین وقتی ایشون صحبت میکنه، شاید یه جایش حرف ایشون رو قطع کنم یا نگه دارم من نظرم رو بگم. بفرمایید آقای صوبی. سلام عرض میکنم، من خواستم خدمتتون اولاً که برپرسی کرده باشم بعد از این مدت طولانی، و 3-4 موضوعی که تو برنامهاتون معمولا من یادداشت میکنم که چه چیزایی. یکی
یه برای که صدا و تصویر من روی آرشیف که میبینم همیشه خوبه، اما یه روش یه مقداری تار میشه بعد بلافاصله خوب میشه، همیشه هم نه. بعد راجع به آقای مینویی که صحبت میفرمایی، من سه نفر رو توی این اسم شما تو برنامه‌تون هست میشناسم، یعنی شنیدم. یکی آقای مرحوم مصطفی مینویی بود که در دوران آقای صادق هدایت بودم، ما میگفتیم مینوی. بعد دومی هم که یه افسر نیروی دریایی خیلی مذهب میخوام لجن که در اسپانیا مادرید باشون آشنا شده بودم، اینم میگفت که اسم من مینویی نیست، مینوی. حالا این حالا نمیدم که یا آقا دوست شما یا همخوان شما یا کسی که برنامه داره خودش مینویی میدونه یا مینوی. بعد راجع به آقای مینویی، خودش رو مینویی میدونه و اگه میخواین ویدیوهاش رو ببینید روی یوتیوب یا روی گوگل یا روی اینترنت، هر جایی که شما بنویسید پرویز یکم فاصله مینویی، مینویی هم MINOOEE، مینویی. پرویز هم که دیگه کسی نمیتونه اشتباه بنویسه، PARVIZ پرویز مینویی. این از این. بله بفرمایید. حالا اون که میگه مینوی و اینها، ما مثلا توی شیراز فامیل داشتیم، اونجا فکر کنم میگفتن خزایی، بعد تهران میگفتن خزایی. در صورت اینم دیگه چی میگن، چیزایی که نمیشه بگی کدومش درسته کدومش غلط. بفرمایید. دکتر فاطمی و یا آیان بودن که خودش کنه به نام کریمپور شیرازی، که اینها متاسفانه با اون حرکت زود هنگام خودشون یه مقداری اون دورانی که میشد به نتیجه برسه اینا خراب کردن، که من هیچ وقت ایشون رو نمیتونم به البته دکتر فاطمی رو به نام نیک بشناسم به خاطر این حرکت زشت و نابه هنگام. حالا من کاری به نام نیک و نام بدش ندارم، ولی با شما 100% موافقم که اینها احساساتی شدن. اگر دنبال رو اون رهبرشون بودن، دنبال رو اون پیشواشون بودن، باید برنامه اون رو میدیدن چیه. اون هیچ وقت نمیخواست حکومت پادشاهی عوض بشه یا لااقل توی اون زمان عوض بشه، و توی این قسمت با شما موافقم. بفرمایید. بعد راجب کیوسار خاتم و رضا قطبی، من رضا قطبخان با دیروتی راجب گوشتای یخزده تاریخ گذشته، و این متاسفانه اگر توی برنامه‌ای که راجب این مسائل، من نظر خودم میگم خاطر نکرده هیچ مسئله دستوری نیست، یه مقداری بیشتر راجبشون صحبت بشه در یه تفصیلی که میذاریم، فکر میکنم آگاهی های بیشتریه. مثلا یه مقداری در مورد خود خاتم صحبت هایی بشه که چه کارهایی زشتی کرد، همونطور که دیگران گفتن، به خصوص یادم باید مثل آقای بادیگارد شاه بود که با رضا پهلوی هم که اشکال داشت، حالا یادم بیرست. بله آقای شهبازی بود، آقای حیدر علی شهبازی، که من چندین مصاحبه با ایشون سال 2003 و 2004 داشتم. اگه اشتباه نکنم ایشون سال 2004 یا 2005 فوت شدن و نیستن دیگه. ایشون هم چون از نزدیک با اینها بوده داستانهای جالبی میگفت. بفرمایید. و خود خوشبی ها که متاسفانه اونا هم یه مقداری تو این کارها بودن، تیمسار خاتم و معمولا یک آدم بدی میدرستن. بعد مثلا آخری هم که ببخشید، این پیام چیز به اصطلاح پیامگیر ما 3 دقیقه وقتی که تموم بشه دیگه قطع میکنه. اجازه بدیم من پیام ایشون رو قسمت دومش رو بذارم. ولی اگه اون شماره 703-957-6150 رو زنگ بزنید، اون تا 10 دقیقه. خداییش این 3 دقیقه‌ای بهتره. اگه بتونید قبلا یه یادداشتی کنید و سریع‌تر صحبت کنید،
سه دقیقه خیلی چیزا میشه گفت. در هر صورت حالا چون صحبت شما قطع شد، ما اون سه دقیقه بعدش رو هم با هم میشنویم. بفرمایید. من ادامه میدم و بعد اینکه این مسئله بعدی راجع به آتش‌سوزی سینما ریکس بود. من یادم نمی اومد که مثلا اون شبی که سینما ریکس آتش گرفت درست شب یا روز شب 28 مرداد بود. معمولا دادم به خاطرم اومد که ملک مادر به قول خودشون یه مهمانی خیلی بزرگ می دادن به خاطر جشنی که به سبب موفقیت پسرش شده بود. و این حالا خدا میده اون سالون چقدر بزرگی بود، 700 تا 800 نفر مهمان داشته و شاه هم که معمولا بوده. بعد میگم وقتی گزارشی که به شاه دادن که سینما ریس آتیش گره، با لبهای خندان رفت تو اتاق پشتی و یکی از شاهدین مثل که اونجا بوده اینه با اخم و دعوا و مرافع و داد و بیداد اینا و دوباره برگشت مثلا بعد از در دقیقه رو حالا چه زمانی برمیگرده به سالن، دوباره همون قیافه موسیقی خندان خودش و لبخند ملی خودش رو ظاهر میکنه. در صورتی که یکی بهش پیشنهاد میکنه، یعنی حالا به کی میگه پیشنهاد میکنه که ما میتونیم که علازت برن مثلا در آبادان امشب. بعد ملکه مادر میگه من اینقدر خرج کردم و فلان کردم، آقای میگه میشو اصلا مسئله عوض میشه. و این واقعا باعث شرمندگیه که یه مهمانی که حالا مثلا 10,000 تومان اون موقع خرج کرده باشن با جان 400 نفری که در آتش سوختن و زغال شدن، این زنک مانع میشه که کسی حتی بره اونجا اون شب مهمانی رو به هم بزنه. خب حالا اجازه بدید من از اونا دفاع کنم. ببینید وقتی که تو کار سیاست هستید، شما همینجا اگه نگاه کنید اون آقای جورج بوش وقتی که حمله شد و اینها وقتی آمدن بهش گفتن، این نمیاد فوری بگه که یه اتفاق افتاده و بره و تعطیل کنه و بره به اونجا برسه. ما یه مقداری باید انصاف داشته باشیم و خودمونو بذاریم جای اونها. اولا تا بخواد آدم تصمیم بگیره، حالا شاه که هیچی، خدا هم باشی بالاخره یه کمی طول میکشه. بعد تو اون جلسه مهمونی و شادی و اینها مجبوره که اون بیرون با به اصطلاح مهمونا بگو و بخند باشه، بعد که میاد تو اون اتاق خبر رو که بهش کامل گفتن خب عصبانی میشه. لابد گفته مگه این مملکت در و پیکر نداره، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده و اینها. و این چیزایی رو که به صورت حدیث و یه نفر به یکی گفت و یه نفر اونجا بود و اینها رو سعی کنیم خیلی پخش نکنیم، چون اگه این کارو بکنیم ما میشیم مثل این داستانایی که می‌نویسن که رضا شاه یه آخوندی مرده بود، رضا شاه رفت اونجا گفت این آخوند رو چیز کنین دفنش کنین، گفتن که وصیت کرده که آقای آیت الله فلانی بیاد، گفته غلط کرده، گفته بیارید همین الان بشوریدش. اصلا ببینید داستان چقدر مسخره میشه. بعد که خواستن بشورنش دیدن این آخونده ختنه نشده، گفته که این پدر سوخته چرا ختنه نشده بوده، اون آیت الله فلانی را بگیرید بیارید بزنینش فلان بیسار اینها. بعد اونم وقتی آمده بهش گفته تنبون تو بکش پایین، تنبونش کشته پایین، دیده اونم ختنه نشده، گفته اینا هر دو مال انگلستان هستن و اینها. خب آقای رضا شاه، اولا شما هر وقت اسمت میاد راجع به اینه که بزنی و چوب بزنی و اینا، این همه زدی به کجا رسیدی؟ ببخشید اینو میگم، گوشتو گرفتن از مملکت انداختن بیرون. بعد این همه آقای رضا شاه ابهت داشت، چه کار کرد مملکت رو؟ مملکت رو داد دست یه جوان 22 ساله‌ای که خودش بارها گفته بود ای کاش اشرف بذارید من اینو بیارم روی اینجا، ای کاش اشرف به سر بود، داد دست یه آدم نالایقی، آدم کم سوادی، آدم بی سوادی که حتی دیپلم نگرفته. آقای شاه دیپلم حتی نداره. امروز یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقا 2,000,000 ایرانی این ایام محرم و اینها میرن عراق. گفتم آقا عراق دیگه شده مثل مشهد، این آخونده اونجا رو گرفتن کردن مال خودشون، ایرانی ها میرن و میان آزاد با اتوبوس با ماشین فلان اینها. آقای رضا
شاه بزرگ اون رودخانه رو داد که بلوچستان رو اینجوری داغون کرد. آقای شاه بحرین داد که از لحاظ نفتی اون موقع فکر میکردن هیچی نداره، بعدن که فهمیدن وضعش هم خیلی خوبه، اقلا یه جایی بود مردم میرفتن برای تفریح، درستش میکردی مردم برن تفریح، اگه خودت میرفتی کیش کاخ داشتی بر اونم دن. حالا این آخوندهای فلان فلان شده یه متر مربع از این زمین ها رو به کسی ندادن. چرا؟ چون اینا عادت ندارن به کسی چیزی بدن، هرچی باید میدادن دادن تو حوزه علمیه قلمیه فلان، معروفه میگن آخوند فقط میگیره به کسی چیزی نمیده. ولی اینها ماشالله مادرشون خان کرم بود، بداد از چپ و راست. آخه نمیدونم، در صورت شما سعی کنید منو چه جان توی دام این یه حدیث هست که یه نفر تو اتاق اون وقت میشی مثل آقای نوریزاده، میگه که شب خامنه ای به خانمش گفت اینجوری، بهش میگم شما کجا بودی؟ شما زیر لافش بودی؟ آخه نکنید دیگه. در صورت اینو اصلا به دست فراموشی بسپارید و اون ماجرای سینما رکس و چرا شاه نرفت، چرا کسی دیگه نرفت اونجا، تو اون شرایط بحرانی که اینها نمیدونستن که فردا اصلا زنده هستن یا مردم میریزن خونه و زندگیشونو میخوان آتیش بزنن. مخصوصا کسی که یه بار این بلا سرش آمده بود و فرار کرده بود از ایران، یه کمی خودمونو جای اونا بذاریم میبینیم بد کردن، ولی دیگه ما بد نکنیم. اولا بفرمایید. پس من اینم خواستم خدمت هستم. آخری چیز اگر ممکنه تشبیاری توی WWW ترکیش یانگ سینگر، اولین تصویری که میاد دست چپ یه دختر خیلی کوچیکه و این گویا توی این شو مادرشو در مدت ها ندیده و این وقتی که آوازی میخونه برای دوری از مادرشه که خیلی جالبه، البته غمگینه، ولی اگر دوست داشتید تشبه ببرید اینو نگاه کنید و این شاید یه چیزی باشه. بس خیلی ممنونم از این وقت کوچیک با هم دادیم و ممنون و متشکر، ولی این مسئله نیست که شما به ایر ببرید صدای منو. خیلی ممنون. من بعد از اینکه ایشون اینجوری گفته بود گفتم که یه ایمیل زدم از ایشون سوال کردم، ایشون گفت هر جور که صلاح دونستید. حقیقتش میخواستم که شما حرفت رو زده باشی، من هم حرفم بزنم و اینجا یه دفاعی هم بکنیم از این بند خداهایی که حالا یا با من تو کار بیمه که بودم یه بیمه میخریدیم بهش میگفتن error and omission، یعنی شما یه چیزی میخری که چه سهوًا چه عمدن اگه اشتباه کردی اون بیمه شما رو کاور میکنه. حالا اینها هم چه سهوًا چه عمدن 57 سال چه به خیال خودشون خدمت کردن، زور گفتن، تهمت زدن، فحاشی کردن، اینها مملکت رو به اینجا رسوندن. همین آخوندها هم خیلی هاشون فکر کنن دارن خدمت میکنن به مردم، خیلی هاشون فکر کنن دارن من و شما رو میبرن بهشت، ولی ما میگیم آقا بهشت نمیخوایم بریم، اجازه بدید ما تو مملکت خودمون زندگی کنیم، مملکت خودمون رو برامون کردی جهنم و قول بهشت رو بهمون میدی. در صورت اینم از این موضوع. خب همونجوری که بهتون گفتم یه ویدیویی هست مصاحبه آقای فرامرز فروزنده با آقای شهرام همایون، و شهرام همایون میدونید که یک شم بیزینسمنی خوبی داره و توی این صحبت میکنه که آقا این آقای رضا پهلوی این پیرزاده رو گذاشته اونجا، اون دیگه حتی از شهرام همایون میخواسته پول بگیره، مای 24,000 دلار بدید تا تلویزیونتون اینجوری اونجوری. شهرام همایون هم گفته برو بابا، اون وقتا تو شیراز وقتی یه کسی چیز میکرد طرف بهش میگو برو ننت شوهر بده، یعنی تو اگه اینقدر زرنگی برو یه شوهری برای مادرت پیدا کن که بنده خدا بیوه نباشه. اینم از این ماجرا. اون رو ببینید. من چهارشنبه اینجا خط نزدم که در رابطه با مصاحبه فرامرز فروزنده با شهرام همایون در رابطه دورمانی بهش میگه به شازده نگید شازده، بگید شاپور، چون خود رضا شاه هم گفته که این لقبا رو نگید. آقای فروزنده عزیز، شما وقتی مصاحبه میکردی با آقای رضا پهلوی جرأت داشتی بهش بگی آقای رضا پهلوی؟ که حالا تازه میگی بگو شاهپور. فرق شاهپور با شاهزاده چه فرقی میکنه؟ اون شاهزاده است، اون پسر شاهه.
اون رضا شاه وقتی که گفت لقب ندید، اون موقعی بود که خودش هیچ کاره بود، حسودیش میشد که رو هر کسی دست میذاشتن، این میرزا بود، این نمیدونم سید بود، اون شازده بود، شازده قاجار بود. گفت نکنید. همچی که خودش به یه قدرتی رسید شد رضا شاه کبیر. کار هممون خرابه آقای فروزنده، کار شمام خرابه. آقا سه بار رفتی برای آقای دورمانی کار کردی، سه بار یا اخراج شدی یا ول کردی اومدی. این سیستم آمریکاست. اگر شما یه نفر رو که انقدر باهاش بودی نشناختی، میخوای به مردم چی ارائه کنی؟ بعد شما از آره چهارشنبه با هم صحبت میکنی، امروز وقت نداریم. مرسی دوستان عزیز، بریم سراغ بله. ایران بزرگترین دارنده گاز جهان است. ممنونم هم از آقای علی شیرازی هم آقای تیمسار آریانپور که این رو از خبرگزاری مهر برای ما فرستادن، ما هم برای شما بخونیم. من امروز چون بیزی بودم اینجا، مشغول این عوض کردن دستگاه ها و جدید کردنشون بودم، روی فیسبوک خیلی فعال نبودم. این مال همین مال فردان سه شنبه سه آذر، چون تو ایران الان دیگه فرداست. نوشته که ایران بزرگترین دارنده کو کجا رفتی؟ من آوردم که بذارم اینجا شما نشون بدم و بخونم. بله میبینید دیگه، ایران دارنده ایران بزرگترین دارنده گاز جهان شد. سقوط آزاد ذخایر گاز روس‌ها به روایت بی پی. این بی پی همون بریتیش پترولیوم هست که وقتی به ملت ایران میخواستن کلک بزنن بهشون گفتن این بنزین پارسه. نگاه کن نوشته بی پی، بنزین پارس. با گذشت 150 سال از کشف نفت، ایران برای نخستین بار با در اختیار داشتن 33.6 تا 33.7 تریلیون متر مکعب بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان شد و این در حالی است که مطابق با گزارش مؤسسه بریتیش پترولیوم حجم ذخایر گاز روسیه با افت شدید به 32.9 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. این خبر را هم به شما تبریک میگیم. حالا باید از خودمون سوال کنیم، خب ما این همه اون وقت حالا نفت داشتیم، چه در دوره شاه چه در دوره شیخ، چه چیزی حاصل من ملت شد که حالا در دوره این آخونده چی گیرمون بیاد؟ بله ایشون باز فرستاده برای من 2 میلیون زائر در عراق. همینو برای من ایشون که فرستاده بود، آقای علی شیرازی، بهش گفتم که بیا اقلا این آخونده اگر هر عیب و ایرادی دارن، این حسنو داشتن که چون آخوند آخوندزاده هست دست دادن ندارن و فقط میگیرن. عراقو گرفتن، الان اونجا خودشون شدن همه کاره. 25 آبان 1394 فیلم آمادگی عراق برای حضور زائران ایرانی، وزارت خارجه عراق برای استقبال و پذیرایی بیش از 2 میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین حسینی اعلام آمادگی کرد. وزارت کشور عراق هم از تشدید تدابیر امنیتی مسیر پیاده روی زائران اربعین خبر داد. میدونید که 2 میلیون پیاده را میفتن میرن به طرف اونجا، بعد ایران میاد در سر راهشون وسائل میذاره، هتل نمیدونم ولی گویا خوراک و رستوران و اینا، احتمالاً بعد یه مدت این به صورت بیزینس در میاد. همون جوری که امیدواریم والا اقلا از این وری برن، تو برن قم، برن شیراز، برن شاهچراغ، برن مشهد، هی نرن این عربستان سعودی، این شیخ‌ها رو که چه از کنن، این سلطان‌های نمیدونم عرب رو پولدار کنن، اونها هم گند بزنن به دنیا. و اما ببینیم که این دوستمون چی فرستاده. هشدارهای امنیتی بروکسل را نیمه تعطیل کرد. میدونید که به خاطر این مسئله‌ای که توی پاریس شد و بعدم توی کشورهای دیگه، بلژیک و نروژ و اینها، اونها میگن که این کسی که مسئول بوده در رفته رفته اونجا و گویا تهدیدهایی هم شده، اینها شهر رو به صورت تعطیل در آوردن و
موندن بر سر دوراهی که اگر به مردم نگن و مردم برن سر کارو منفجر بشن و کشته بشن، بعد مردم یقشونو میگیرن، و اگرم بگن خب این اقتصاد داره به ورشکستگی میرسه، یه شهری یه کشوری رو مدرسهشو ببندی، بازارشو ببندی، کنسرتشو ببندی، متروشو ببندی، اتوبوسشو ببندی، دیگه چی میمونه ازش؟ هشدارهای امنیتی بروکسل را نیمه تعطیل کرده است. مغازه ها، موزه ها، سینما های بروکسل تعطیل شدند. همزمان بیشتر مراسم و برنامه های پیش بینی شده از قبل نیز لغو شدند. ببخشید، به قول آمریکایی‌ها اکسکیوز می. بله، هنوز خبرنگارای CNN و اینها در پاریس و اینها هستند و گزارش ها رو میبینی، و جالبه، میگی مردم نمیرن برج ایفل و این ورون ور، ولی میان اونجایی که اونا کشته شدن تجمع میکنن. خب اگر کسی بخواد بره تجمعات رو منفجر کنه، خب اون چیزا باز میاد اینجا دیگه، این چی میگن، تروریست ها میان اینجایی که مردم جمع هستن. و اما یک کمی بی‌تربیتی میبخشی، کمی بخندیم. این رو هم باز علی فرستاده، ممنون. میگه که یاد قدیما به خیر، میگفتن اگه کف دستت بخاره پول گیرت میاد، اگه کف پات بخاره میری مسافرت، اگه سرت بخاره مهمون برات میاد. تازگی ها میگن اگه فلان جاد میخاره میری حج. میدونید که اون ماجرای حج و تجاوز به دوتا جوان ایرانی که بعدن گفتن تجاوزی نبوده و فقط اینها رو تفتیش بدنی کردن، بالاخره خبرها فرق میکنه. خبر صحیحش رو از آقای دکتر نوریزاده بپرسین، چون ایشون برای عربای مدت ایرانی ها رو توی فرودگاه ها تجاوز و تفتیش و اینها میکرده. میگه که مشهد میری وسایلتو میدوزدن، کربلا میکشنه، حج هم که فلانت میکنن، قربون همون شاچراغ خودمون که فقط بهت میمالن. امروز یه حاج آقای که 25 سال پیش رفته حج میگفت چقدر بچه های این دور زمونه دهن لق هستن. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. این رو سازمان گردشگری قزوین اعلام کرده. میگه دیگه به کسی نمیشه بگی حاجی. امروز به یه پیرمرد گفتم حاجی، برگشته میگه فلان فلان شده خودتی، مسئولین لطفا رسیدگی کنه. حالا میفهمم چرا وقتی از کسایی که از حج برگشته بودن هر چی میپرسیدیم چجوری بود، سرشون رو تکون میدادن و میگفتن، گریه میکردن و میگفتن ما نمیتونیم بگیم، شما خودت باید بری و ببینی. یک یارو در اقدام انتقام جویانه به یک معلم عربی تجاوز کرد. بله، اینم از این ماجرا. و اما این تصویر، میگیم میخندیم، ولی بعضی وقتا واقعا آدم قلبش میگیره، قلبش وای میسه وقتی که یک عکس اینجوری براش میفرستن. این پسر بچه کوچولو که رفته توی مغازه یا شیرینی فروشی، یا به نظر میاد مثل پیرن افغان، حالا نمیدونیم، هرچی اونجا وایساده داره از پشت ویترین این نونها یا این شیرینیها اینها رو به اصطلاح ماچ میکنه. و این دوستمون خیلی قشنگ نوشته من و این تصویر هر دو درد کشیدیم، او با دیدن اون چیزها و من با دیدن او. این تصویر که درد نمیکشه، شما باید میسید من و این پسر هر دو درد کشیدیم، او با دیدن اون خوراکی ها و من با دیدن اون. اینم از این. و اما سالگرد به خون خفتگان نهضت ملی ایران پروانه و داریوش فروهر، اونا کشته میشن، اون میزنه، اون میره دنبال کار خودش، اون پول نفت رو میدازه، این فعالین سیاسی ما عقب مونده های اجتماعی هی میشینن میندوسن. حالا من نمیخوام اینجا خدای نکرده به کسی توهین کنم، ولی خب که چی، این همه میگید 17-18 سال 20 سال اینا رو کشتن، شما هی نوشتید، ببخشید چه غلطی کردید؟ هیچ. و اما این
مال 20 نوامبر هست، نوشته که امروز 20 نوامبر جلسه مشترک مجالس دوما و سنای روسیه با حضور مقامات سیاسی، نمایندگان احزاب و ادیان این کشور به ریاست مشترک والنتینا ماتوینکو و سرگنی نارنشکن در تالار اتحادیه‌ها برگزار گردید. این دوستمون خبرها رو مینویسه، ترجمه هم میکنه، ولی خداییش باز من توی اون قسمت آخرش چه باید کرد موندم. و اما اربعین در عراق، اجازه بدید من اینجا از آقای علی شیرازی یه عذرخواهی کنم، ضمن اینکه تقصیر من نبود، خبری که شما فرستاده بودید اون خبر تاریخش مال سال 1393 بود. حالا براتون میگم وقتی که برای یه نفر خبر رو میفرستین سعی کنید اون خبر رو برای خودتونم بفرستید که وقتی شما ایمیلتون میزنید کلیک میکنید ببینید اون چی میبینه، و اگه دیدید ای خبری که فرستادید یا لینکی فرستادید اونی نیست که شما میخواستید، بهش بگید اشتباهه. ببینید این الان قشنگ تاریخ گذاشته، گذاشته 18 آگست 1394. نه ببخشید ببخشید، این تاریخ ایرانیه، چون 1394 پس میشه 18 برج 8 مهر آبان. بله، استاندار ایلام گفت برای پذیرایی از 3 میلیون زائر اربعین در مرز مهران آمادگی داریم. به گزارش خبرگزار خبرگزاری صدا و سیما محمد رضا مروارید در برنامه کوتیشن مارک تیتر امشب شبکه خبر با موضوع چالش ها و تدابیر، آها این کوتیشن مارک فارسی که نوشتن این گوگل یا هر چیزی ورچته، اون علامت گیومه میگفتیم چی میگفتیم، علامت کوتیشن مارک رو به انگلیسی نوشته کوتیشن مارک تیتر امشب کوتیشن مارک، یعنی میاله یا تو پرانتز هرچ. 560,000 در سال 92 برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، هیچی داره هر سال زیادتر و زیادتر میشه. بازم ممنون از علی آقای عزیز و اینکه درستش کردی و این لینک رو فرستادی. خب و اما انتقال 15 نفر از لیبرتی به آلبانی. من بسیار خوشحالم که با این برنامه‌ای که دوستان مجاهد جدا شده از رجوی اجرا میکنن و میگن، الان یه امکاناتی پیش آمده، صدایی باز شده. حتی شنیدیم آقای آزاده میگفت که تلفن‌های چی بهش میگیم، موبایل یا همراه یا سلفون الان توی کمپ لیبرتی و این برانور هم هست و بهشون دارن یاد میدن. خب وقتی باشه یه دوتا شام قایمکی کش میرن و اینها، بالاخره گویا یک، اون وقتا میگفتن ستون به ستون فرجه، گویا یک فرجی شده و این انتقال افرادی که در کمپ لیبرتی هستن به آلبانی میبینیم که بیشتر و بیشتر شده. اطلاعیه شماره 22 سازمان مجاهدین خلق ایران، منشعبین از فرقه رجوی. اینا کار قشنگی کردن، بالاخره گفتن بابا مجاهد ما هستیم که 30 سال 20 سال عمرمون رو گذاشتیم اونجا، اون موقعی که مجاهد بوده، اون موقعی که جنگ کردیم، اون موقعی که توی ایران نشریه درست کردیم، حالا که اون افتاده تو فرانسه برای خودش خوش میگذرونه، اونم خدا میدونه اردنه یا کجاست برای خودش خوش میگذرونه، دیگه چه مجاهدی. باقیش هم که پیر شدن و سالمند شدن و اینها. در صورت این کار خوبی بود که شروع کردن و اطلاعیه که میدن شماره میذارن، خیلی کارشون ردیف و منظم. هموطنان عزیز، خانواده های نگران و دردمند ساکنان کمپ لیبرتی در بغداد، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که هفته گذشته تعداد 15 نفر دیگر از ساکنان کمپ لیبرتی توسط کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به شهر تیرانا پایتخت آلبانی انتقال یافتند و بدین گونه مجموع منتقل شدگان این مرحله طی یک ماه و نیم گذشته از کمپ لیبرتی عراق به کشور آلبانی به 187 نفر بالغ گردید. شما که این لیست رو می‌نویسین، ای کاش اسامی رو که می‌نویسین عکس این دوستان رو هم اگر میتونستید بذارید. دلیلش این که اینایی که رفتن تو سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین مجبورشون کرده برای سیاست‌های خودش اسماشون رو عوض کنن، اسمای مستعار دارن. الان اگه شما اونها رو به اسم مستعار بشناسی و به اسم مستعار بنویسی، خانواده‌هاشون نمیتونن اینا رو پیدا کنن. بله،
زمانی برای تنش زدایی با اسرائیل. این رو هم آقای محمد عرسی نوشته. من آقای محمد عرسی رو اون موقع که میمد تلویزیون اینجا میدیدم و میشناختم، الان نمیدونم، مثل که ایشون هم رفته باستون اونجا زندگی میکنه. این هم درخت سیب نوفلوشاتو به بار نشسته که امروز فرانسه داره برداشت میکنه. این میدونید اونایی که الان میگن که فرانسه چون به خمینی اجازه داد که بره اونجا وقتی که عراق کرده بودش بیرون سال 1978-79، این ماجرای فرانسه و اینها به خاطر این وقوع این هست. نه عزیز من، شما اگه برین اخوان المسلمین پیدایش و اینها رو بخونید، خیلی زودتر از خمینی و رفسنجانی و اینها بوده. معلوم میشه که شما هم درس خوندنتون مثل من یه مقداری کم حوصله یا بی حوصله هستید، همه چیز رو هر جوری دلتون میخواد تعبیر میکنید. خب امروز در خبرها بود که به اصطلاح خانم فرع پهلوی یک جایزه گرفته 30,000 دلار، اون جایزه را هم داده برای بچه های بی سرپرست و اینها. یک دوستی دارم از هندوستان با خوشحالی نوشته بود، نوشتم آقا این با این با حلوا حلوا گفتن شیرین دهن من و تو شیرین نمیشه، تازه بدتر دهنمون آب میفته، زخم معده هم میگیریم. اینقدر لقب دادن به فرع، اینقدر لقب دادن به شاه، چی شد؟ آخرش یک آخوند بی لقبی آمد کردش بیرون. به این چیزا دل نبندید، خوشحال نباشید که ما شما را خانه‌دار میکنیم، خوشحال نباشید که فلان ما انسی این صحبت‌ها رو برگردیم نگاه کنیم. در صد آقای آریانپور چهارشنبه با ما هستن، یک نوشته ای رو درباره این موضوع فرح و اینها نوشتن. من براشون نوشتم که من اجازه دارم اینو امروز بخونم یا نگهش دارم برای روز چهارشنبه. ضمناً دوستانی که به من هی نق میزنید میگید که چرا وقتی آقای آریانپور اینجا هست شما صحبت میکنی، خود آقای آریانپور از من خواسته که من بعضی از نوشته ها رو بخونم که به اصطلاح هم ایشون یه استراحتی کنه و حقیقتش اینه که به شما مربوط نیست. شما برنامه رو نگاه کنید، اگر میخواید بهتر از این برنامه بسازید با آقای آریانپور تماس بگیرید، بگید که سربی برنامه سازی بلد نیست، من برنامه میسازم. اگر آقای آریانپور به شما اطمینان کرد و رفت با شما برنامه، اون وقت من میشینم نگاه میکنم، بعد من به شما هی نق میزنم که چرا اینجوری گفتی، چرا اونجوری گفتی. ساعت 3:49 بعد از ظهر روز دوشنبه 23 نوامبر 2015 میلادی است و امروز 2 آذر 1394 بود که برنامه رو شروع کردیم. یک روز برنامه ادامه پیدا کرد، الان 3 آذر ماه و چون ساعت 4 بعد از ظهر امروز با آقای حسن اجلالی هستیم، برنامه ایشون به صورت زنده از همین فیرفکس، از همین چند قدمی منزل رئیس جمهور پخش میشه، ما هم از حالا دیگه دستپا رو جمع میکنیم میریم آماده بشیم تا ایشون هم بتونه برنامه داشته باشه. در زمانی که برنامه های آقای اجلالی پخش میشه، چه به صورت زنده چه به صورت بازپخش، شما میتونید با شماره تلفنش، با ایمیلش تماس بگیرید، حتی با ایمیل تلویزیون مردم میتونید تماس، نه با ایمیل خودش دیگه مینویسه ضیافت تیوی، خیلی هم ساده است، ضیافتتیوی@gmail.com. شماره تلفنش هم 253-753-99-33 اگه اشتباه نگفته باشم، چون خودش میگه اینجوری، چون گفت اینجوری میشه 753، ولی آخه یه چیزیه، شماره تلفنه، شماره های تلفن با شماره های ماشین حساب و کامپیوتر فرق میکنه. هیچ وقت متوجه شدید که مثلا بذار ببینم درست میگم یا غلط میگم؟ بله، مثلا اون یکیش، یکیش بالاست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 پایینه، این یکی یکیش پایینه، چرا من نمیدونم، چه دلیلی داره نمیدونم. در صورت از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. بریم دنباله برنامه ها رو ببینیم و باز هم از اینکه برنامه امروز یه مقداری کوتاه بود ازتون عذر میخوام. ضمن اینکه فکر کنم اینجوری کمتر هم شما خسته میشید هم من خسته کمتر خسته میشم، نظرتون رو در این مورد هم بگید که برنامه رو طولانی تر کنیم یا برنامه رو کوتاه و مختصر هر روز بکنیمش روزی 1 ساعت به جای یه روز در میون 2 ساعت. مرسی.
باز هم ممنون و ببخشید که دیگه وقت نشد من برم لباس عوض کنم و فکل و کراوات، عیب نداره دیگه. گفت تن آدمی شریف است، به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. من سالها پیش این رو اینجوری خوندم، گفت تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، من از اینجا فریاد زدم نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. روز و روزگار بر شما خوب و خوش. آقای حسن خواجه اگه خواستید ویدیوهاش رو در تلویزیون مردم پخش کنیم، یه هزینه خیلی کم، با روز 5 دلار 10 دلار میتونید این کار رو انجام بدید، یا با خودش تماس بگیرید یا خود حسن خواجه اگه فکر کرد حالا که اینقدر زحمت میکشه به جای 60 نفر بیان 500 نفر 1000 نفر 10000 نفر ببینن، با من تماس بگیره. مرسی، روز روزگار بر شما خوش.